همراه اول، حامی هنر ایران زمین. سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم برنامه کافه آپارات. روز چهارم جشنواره 37 از پردیس ملت همچنان در کنار شما هستیم و ممنون که ما رو همراهی میکنین. تو این بخش از برنامه مهمان برنامه ما از بازیگران جوانی هستن که خب میخواییم تی صحبت باشون یا ارزیابی از فیلمایی که دیدن داشته باشیم و همینطور حالا چه بسا خارج از جشنواره صحبتایی داشته باشیم. خانم ریحانه پارسا، خوش اومدیم به برنامه کافه آپارات. سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم به بینندگان محترم، امیدوارم که خوب باشین. من در خدمتم. متشکرم. خانم پارسا، خب شما امسال تو جشنواره فیلم خاصی ندارین، ولی به عنوان مخاطب و البته حالا به عنوان یک بازیگری که دنبال میکنه کار همکارانشون و البته سینمای ایران رو، حضور فعال داری تو جشنواره. میخوام بدونم در واقع یه صحبتی راجع به جشنواره و فیلمایی که دیدین داشته باشیم و بعد یکم برگردیم به خودتون. چه فیلمایی دیدین؟ شما تو کدوم سینما اصلا فیلم میبینین؟ من امسال فیلم نداشتم، ولی خب طبق روال این 3-4 سالی که گذشته به عنوان هنرجو، به عنوان به نظر من دانش آموز، تا جایی که میتونستم اومدم و فیلم ها رو دیدم. امسال هم کامالوش 4 تا فیلم رو دیدم تا امروز. خب خیلی خوب، یعنی روزی یه فیلم تقریبا، روزی یک یا دو فیلم دیدم تو این مدت. بله. خب چطور بوده؟ اگه دوست دارین مستاقی صحبت کنی یا که کلی ارزیابیتون رو از فیلمایی که دیدین، به خصوص حالا از جنبه بازیگری که میتونه نقطه نظر خاص شما رو بیشتر جلب بکنه صحبت کنی. ببینید، فیلمایی که امسال متوجه میشدم که حالا به جشن راه پیدا کرده و اومده، همشون به نظر من این آتش رو توی مخاطب سینما ایجاد میکرد که بیای ببینی. یعنی به هر حال اسمایی که کنار هم چیده شده بودن، چند نسل محل کارگردان، حالا چه کار اولی، چه چند تا از فیلم ها مثلا دوستای خودم بودن، هم دوره خودم بودن که بازی کرده بودن تو فیلماشون. به هر حال اینجور بودش که سعی میکردم فیلمی رو از دست ندم تا جایی که میشه، از الان به بعدم تا جایی که میتونم بیام فیلم رو ببینم. خب خیلی خوبه. چه فیلمی نظرتون رو جلب کرده؟ میخوام بدونم که فکر کنم داشتید در واقع قبل برنامه با هم صحبت میکردیم راجع به کیفیت خوب فیلم ها داشتین اشاره میکردیم، درباره کدوم فیلم ها نظرتون مثبت بود؟ من دیشب فیلم متری 6.5 آقای سعید روستایی رو دیدم و اون یه روز فکر کنم خبرش در اومد که فیلم قراره تو جشنواره نباشه. بله. چون حالا تا اکران بشه خیلی ممکن طول بکشه، ولی الحمدلله رفت شد. واقعا تو اولین فرصت تونستم که برم فیلمو ببینم. خیلی فیلمو دوست داشتم. به نظر من الان من خودم در حدی نمیدونم که نظر کارشناسانه راجع به فیلم بدم، ولی چیزی که از دور صرفا به عنوان یه مخاطب دارم میبینم، ایشون ثابت کردن که فیلم اولشون اتفاقی نبوده. درسته. و اون رشد و ترقی که باید توی فیلم دومشون کاملا مشخصه. خب ما اینجا هنوز تو سینمای رسانه فیلم آقای روستایی ندیدیم، ولی من هم ارزیابی‌های مشابه صحبت شما رو هم از منتقدا و کارشناسا کسایی که دیدن شنیدم. خب این به نظرم خیلی اتفاق خوبیه، چون همین چیزی که شما میگه خیلی شاید منتظر بودن با فیلم دوم سعید روستایی این مهر رو زده بشه که چه بسا فیلم اولش و موفقیتش اتفاقی بوده. ولی خب در واقع اون این جهان فیلم های کوتاهش داره ادامه میده. خب خدا رو شکر انشالله که در نهایت هم ارزیابی مثبت نسبت به فیلمش تو جشنواره 37 باشه. دیگه چی دیدی؟ ببینید، بذار من یه لحظه بحث اول باز بذارید. برای به نظر من تمام کسایی که حالا توی هنر دارن فعالیت میکنن و قدمای اولشون رو برمیدارن، همیشه این جو هستش که صبر کن ببینیم کار دومش چه شکلیه. بله، چیکار میکنه. چه برای خود من که تجربهش کردم، کامنت داشتم، اینو شنیدم که شاید اتفاقی بوده، بذارین اتفاق بعدی چه شکلیه. بله. دفعه بعدی چقدر میتونی خودتو ثابت بکنی. و به نظر من کار دوم همیشه مهمتر از کار اوله. چون مخصوصا برای بازیگر کار اول انتخاب میشه و کار دوم به هر حال بخاطر اینکه یه درصد شناخته شده تر میشه، هم به اهالی سینما هم به مردم، تا جایی که میشه میتونه انتخاب کنه. بله. و بین حال پروژه‌ای که پیشنهاد میشه خیلی مهمتره.
حالا پس این نکته رو مصداقش رو تو خودتونم در واقع میشه برگردون، خود شما هم در واقع خب کار دوم آره دقیقا تو سریال پدر خب خدا رو شکر اتفاق یا در واقع میشه گفت پروژه‌ای بودش که باعث شدش که مورد توجه قرار بگیریم به عنوان یک بازیگر جوان و همه فکر میکنم این خودش هم یه بار و فشاری رو دوش خود شما هم ایجاد کرده که ذهنتون درگیره این که چقدر انتخاب دومتون میتونه مهم باشه به جهت بازخوردا و اینکه توانایی شما رو بتونه اثبات کنه. ببینید به هر حال یه مسئولیت و توقعی رو برای آدم ها درست میکنه دیگه. به نظر من، یعنی من خودم آدمی بودم که از روز اولی که تصمیم گرفتم بیام توی این فضا، از اونجایی که یه زن بلند پروازم اینجور بودم اتفاقا رو بزرگش رو میخوام، حتی شده تو قدم اولم. بله. ولی کسایی که با کمیت کمتر، یعنی با مقدار بازی کمتر میان و پله پله میان بالا، هم حمله بهشون کمتره، همین که از یه جایی بعد وقتی شناخته شدن کاملا که آدم قبولشون کردن، ولی تا مثلا فکر کنم کار دوم سوم آدم اون گارده رو بهت دارن. درست. چون یهو توی حجم زیادی دیده شدی حمله ها بهت خیلی بیشتر، تا اینکه نه کم کم بازیاتو کرده باشی بیای و اون موقع تثبیت شدی و حالا اتفاقای بعدیش ترسناک‌تره. آره درست. این حجم بخوای یهو دیده بشی و بخوای معرفی بشی. دقیقاً. ولی خب کلا حالا اگه بخوایم این دو شیوه ای رو که شما گفتین به دو تاش نگاه بندازیم، البته اون گام به گام حرکت کردن و خب یه مقدار آگاهانه تر اومدن جلو، نه فقط تو حرفه شما، تو حرفه خود ما فکر میکنم تو هر جایگاهی اون خودش هم خیلی میتونه حرکت تثبیت شده تری باشه، یعنی در واقع پیشبینی نسبت به گام بعدی آدم میتونه داشته باشه و خب شاید یه مقدار زمان ببره و کند بشه. اینو مثلا این صحبتی که دارم میکنم و دقیقا الان که دارم توضیح میدم چه بسه دارم به خودم برمیگردم. خب من خودم هم کار مطبوعات و نقد رو خب از سال 79 که شروع کردم، شاید یه وقتایی به نظر میومد خیلی لاک پشتی و قدم به قدم اومدم جلو، ولی خب الان اگه همین یه جایگاه کوچولو هم اگه هستش درش قرار گرفتم، خب اون قدم به قدم هر که اومدم جلو فکر میکنم که خیلی کمکم کرده که بتونم الان برای خودم مهمه این جایی که توش قرار گرفتم. میخوام نظر خود شما رو اگه بنا باشه ارزیابی بکنیم، آیا فکر میکنی که اون چیزی که مد نظرتون هستش این که یک گام بزرگ و یک باره و البته اون فشار و باری که رو دوش شما این مسئولیت ایجاد میکنه، خودتون در واقع میخوام بدونم اگه میتونستین انتخاب بکنین باز همین مسیر رو میومدی یا اینکه نه اون گام به گام رو؟ ببینید لبه یه تیغه به نظر من، اینکه کار اولت کار دومت بخواد حجم زیادی از مخاطب رو تا یه حدودی همراه کنی با خودت. من پارسال بود فکر کنم داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم که حالا تو کار بازیگری هست، خیلی حرف درستی زد، گفت کسی که کنکور میده میره برای پزشکی درس بخونه قطعا روز اول نمیان تیغ و قیچ دستش بدن بگن برو بالا سر بیمار. بله. توی فضای کار ما به نظر من کاملا صدق میکنه، چون که خب میبینی به هر حال مسئولیت دیگه، یعنی تو مثلا بخوای توی سن کم که موازیش رشته های دیگه و فضاهای دیگر رو بخوایم در نظر بگیریم بیای و اندازه دکتری که حداقل 8 سال 10 سال درس خونده تجربه داشته بله. داره کار میکنه مقایسه بشه، یعنی قراره بله. که تا حد اندازه همون کارم که شده پله های یک اندازه باشه، این خیلی خطریه. ولی برگردیم به حرف شما، من اگه شاید برگردم عقب بازم این مسیر رو انتخاب میکنم. اون مسیر رو انتخاب خب انشالله پس ماره خیلی ترسناکه و تجربهش کردم. درست. پس این انتظار رو ریسک دیگه. آره دیگه این میارزه به نظر. آره این پس انتظار رو باید از مخاطبم داشته باشین که رو شما زوم و توجه بیشتری برای انتخاباتون داشته باشه و این طبعا آره مسئولیتتون رو خیلی سنگین کنه. طبیعیه، ناخودآگاه براشون پیش بنده. میاد، یعنی میگم ما تو رو توی این حجم از کار دیدیم، کار بعدی حالا دیگه حجمش مهم نیست، کیفیتی که تو داری مهمه، که اون مسیری که تو ذهنت داری پیش میری مهمه. درست. چقدر انتخابات میتونه درست باشه یا قراره که موندگاری توی این فضا چقدر بشه. درسته. خب راجع به جشنواره و فیلم آقای روستایی هم یه صحبتی کردیم، یه صحبتی هم در مورد شما مطرح شدش که باز اونم مرتبط میشه به خود جشنواره و در واقع بی رفت به فیلمایی تو جشنواره نیستش، که نقل قول خودتون بود دیگه در واقع درباره فیلم آقای رسول صدرعاملی. این پیام بود، این در واقع این چه نکته ای رو در برداشت اون پست شما؟ آره من خودم اون پستو گذاشتم و صرفاً هم
100% حرف خودم بود. یعنی یه سری کامنت و شنده هایی داشتم که کسی بهت گفت اینو بذاری، الان موقعش اصلا تو این فضاها نبود. واقعا من شبی که فیلمو دیدم اومدم خونه و اینو نوشتم، ساعت مثلا 1:30 شبم بود. پس بگیم پیشینشم به این برمیگرده که چقدر قبل شما این تستا رو دادی. آره من اون توضیح میدم الان و میگم صرفا یه حرف دلی بود. حالا هر چیزی که خبر پخش شد جمله قبلش گذاشتن کنایه گل، از نظر من این نبود. یعنی واقعا 100% مطلق یه حرف صادقی بود که من اون لحظه میخواستم بزنم. و یک لحظه موقعی که داشتم پست میذاشتم اینجوری بودم که بذارم نذارم، آدم به هر حال شک میکنه. بله. و به حرف دلم گوش کردم. اون حرف حرف من نبود، حرف 900 تا دختر بود. حرف وقتی ما داشتیم الک می‌شدیم هی کم می‌شد، حرف 40 تا بود. بله. حرف 40 نفر بود. گلگی نیست، یه قسمتی از واقعیت به نظر من این فضاست. من از سن خیلی کم دغدغه بازی داشتم. من از 15 سالگی که می‌خواستم انتخاب رشته بکنم رفتم نمایش خوندم و پیگیر این بودم که بازی بکنم، مخصوصا تصویر. و خب توی این مسیرم کم کم آدما رو میشناسی، معرفی میشی، میری بله. تست میدی. این خیلی اتفاق طبیعیه. حرف من توی اون پستی نبود که تست نباشه. شما قطعا هیچ کس خواب نمیبینه که تو دوست داری بازی بکنی بله. و بیای توی پروژه. بالاخره از این فیلترها باید صحبت عبور کنی بله. و تست خیلی اتفاق درستی هستن و تنها چیز مثبت که من میتونستم اون روزا ببینم این بودش که چه خوب که آقای صدرامیری سعی کرد همه رو ببینه و بعد تصمیم بگیره. اصلا بحث من این نبود. قطعا حق داشتن، یا به نظر من اینجور بودن که در حق هیچ کس اجحاف نشه. تمام کسایی که دغدغه بازی دارن ببینن و بعد تصمیم بگیرن. یه فضای به شدت مسمومی درست شد و من آدمی نیستم که روابطمون کم باشه. یعنی آدمی هم که معمولا تو جمع میرم، مخصوصا جمعی که حالا بخوان هم جنسای خودم باشن، دختر باشن، مخصوصا باز تو این فضا. من مدرسه‌ای بودم که ما 23 نفر بودیم، هممون دغدغه بازی داشتیم. بله. یعنی توی همچین فضایی من اصلا رشد کردم. اینجوری نبودش که من بخوام اون فضای رقابتی رو ببینم بگم نه چقدر بد. بله. ولی به یه شکل به نظر من بدی پیش رفت. خیلی بده که من و شما هر چقدر با هم دوست باشیم، هر چقدر خالصانه بخوایم کنار هم دیگه باشیم، وقتی بحث رقابت پیش میاد و به من و شما بگن جفتتون برای این اتفاق آماده باشین، یکی از شما دو جفتتون نمیشه، یکی از شما برای این اتفاق، بقیهش خیلی کوچیک کوچیکه. درست. برای این اتفاق ما داریم با همتون صحبت میکنیم و ماها رو در روی هم باشیم. نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، نه اتفاقی ساعتهای تست با هم جور نباشه. یک ماه این پروسه طی شد و خیلی وحشتناک. من آدمی بودم، من نوشتم 40 نفر ولی آدمی بودم تا 6 نفر آقای صدرامیری رفتم و نشد. من خب از روز اول، من قبل از اینکه پروانه ساخت بگیرن به پروژه معرفی شدم، رفتم صحبت کردم. قبل از این که بخواد حالا به اون انتخاب نهایی برسه، اینجوری بودش که ما یک ماه هر روز چش رو چش بودیم، دو تا گروه شدیم، با خانم پناهی ها داشتیم تمرین میکردیم. خیلی فضای بدی بود و ناخودآگاه به هر حال رقابت دیگه. بله. بچه ها از هم آتو پیدا میکردن، فلان عکس، فلان مثلا چیز، که بخوان از هم دیگه بیارن با آقای صدرامیری رو بکنن که ببین این نه من بهترم. یا مثلا یه سری رفتاره که شاید یه سری مناسبات دیگه، یعنی از استرس این که وای نکنه من یه کاری بکنم این نشه که من باشم. من این فضا رو نداشتم. میگم رابطتون میگم کم نیست. ساکت بودن من باعث شدش که آقای صدرامیری تو با بچه ارتباط نمیگیری. این چیزی بود که به من گفتن و جوری بودش که نقش کوچیک من بهت میدم بیا بازی کن. گفتم چیزی که دغدغه من بود نقش کوچیک نبود. من از روز اول اینو داشتم، توی سریالم این اتفاق افتاد با معرفی. بله. این چیزی که من همیشه فکر می‌کردم و اتفاق افتاد. برای خودم چون نمی‌دیدم قبول نکردم و از تمرینا خودم کنار کشیدم. درست. بازم میگم شاید قطعا من تو مرحله آخر می‌رفتم توسط اون گروه حذف می‌شدم، ولی من آدمی بودم که به 6 نفر رسید، کشیدم کنار و اومدم. خیلی فضای بدی بود. من یه صدام رفت بالا و بدتر از اون سر صحنه. الان شاید این حرف من خطر بشه یا نمیدونم هر چیزی، ولی من شبی که این پستو گذاشتم فردا چند تماس داشتم که نکن این چه حرفی زدی، چرا من دست آقای صدرامیری میبوسم. تو این که ایشون بزرگ سینما اصلا شکی نیست. بله. ولی گفتم اگه قراره که این حرف توسط من زده بشه، به هر حال این تریبون الان دست منه. اگه من بخوام حرفی بزنم بله. تا یه حدی بیشتر از بقیه بچه‌ها که الان دارن حرفه‌ای کار میکنن دیده میشه. بله. گفتن نکن. گفتم شده من یک تنه وای میستم و صدای یک سری آدم ها میشم، صدای اون گریه هایی میشم که بچه ها سر صحنه کشیدن.
هیچ کس جرئت نمیکنه بیاد بگه من دارم میگم. به شدت رفتار بدی باهاشون شد. من باهاشون در ارتباط بودم و سر صحنه به اسم هنرور میخوندنشون، کساییو که هر کدوم کم کم تو آموزشگاه‌های معتبر توی دانشگاه به هر حال یه سری از شهرستان اومده بودن به هوای این تمرینا. خیلی بده. می‌دونی به نظر من هنروری ما هم سر کارمون داشتیم دیگه، مسئول هنرور داره یه سری‌ها میان. بله. ولی اینکه از اول به تمام اون بچه قول اینو میدن که ممکنه یکی از شماها باشینا، اون فضا درست شد. همه چش رو چش همه رفتن کنار، یک نفر اومدش و نقش اول کارو گرفت. درست. و دغدغه تمام اون بچه‌ها بود که جای اون یک نفر رو بگیرن. خیلی فضای بدی سر صحنه داشتن. من برای اونها این پستو گذاشتم. درسته. خب مرسی، ممنون از همین صداقت و شفافیتتون که به گفته خودتونم در واقع حسین واکنشون نشون دادین و خواستین اون چیزی رو که شاید مخفول مونده بود بهش اشاره نشده بود شما بیان کنین. واقعا دوست دارم اگه در واقع این صحبت از طرف دوستان طرف مقابل هم قرار هستش پاسخی داده بشه، واقعا خیلی مطرح بشه و در واقع این صحبت اگر قابلیت اینو داره که ادامه داده بشه. این نکته که خانم پارسا اعلام کردن حالا و تجربه زیاد خوشایندی هم نبوده تو این فیلم داشتن، امیدوارم که در واقع صحبتش اگه بناس باز بشه از طریق همین برنامه ما باز بشه. خیلی متشکرم خانم پارسا، ممنون که توی کافه آپارات حضور پیدا کردین و حالا این صحبت‌های کاملا حسی و خب حالا ارزیابیتون رو از فیلم‌های جشنواره داشتین. امیدوارم انشالله شما رو با کار جدیدتون ببینیم و انشالله این بار مسئولیتی که گفتین سبکتر بشه براتون و با انتخابا و کیفیت کارتون خودتون رو کاملا به اثبات برسونید. ممنون هستم از حضورتون تو کافه آپارات. ممنون از شما. مرسی. ممنون هستم از شما که تا این لحظه در کنار ما هستید. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، دهم الی بیست و دو بهمن 1397.